شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، به خبرهای دانشجویی هفته توسط آقای عماد هاشمی، خبرنگار دانشجویی توجه بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما شنوندگان رادیو آزادگان، در خدمت شما هستم با ارائه بخش کوتاهی از اخبار دانشجویی در هفته گذشته. انتقاد از سیاست‌های حاکمیت در جلسه بحث دانشجویی در دانشگاه دولتی شهر کرد. کرسی داد اندیشه دانشجویان دانشگاه شهر کرد با موضوع بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که شامگاه دوشنبه 30 بهمن برگزار شد، طرح مباحثی همچون مشکلات معیشتی مردم و اعمال فشار ماموران امنیتی بر فعالان سیاسی، خبرنگاران و وکلای زندانی از سوی دانشجویان منتقد با شعارهای اعتراضی دانشجویان بسیجی همراه شد. خبرنامه شهر کرد از این مراسم گزارش داده بود که یکی از دانشجویان منتقد با ارائه آمار و ارقام از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران اوضاع کشور را نامساعد خواند و با اشاره به اینکه کشورهای همچون مصر و لیبی انقلاب خود را از انقلاب جمهوری اسلامی ایران جدا کردند، گفت موضوع صادر کردن انقلاب اسلامی و رخ دادن بهار عربی به تبعیت از انقلاب جمهوری اسلامی توهمی بیش نیست. معاون دانشگاه آزاد: بدحجاب‌ها حق حضور در کلاس ندارند. معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت استاد می‌تواند از دانشجویی که حجاب را رعایت نمی‌کند بخواهد در کلاسش حاضر نشود. صمد مؤمن بالله درباره تصویب طرح عفاف و حجاب در دانشگاه آزاد اسلامی مدعی شد. تصویب طرح حجاب و عفاف در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار قرار گرفت و در 3 لایه استادان، کارکنان، دانشجویان مد نظر این دانشگاه قرار دارد. وی هدف از تصویب این طرح دانشگاه در دانشگاه آزاد را کمرنگ کردن خودنمایی ها و رعایت کردن شؤونات دینی و اسلامی عنوان کرده و افزود دستور عمل این طرح در دست تهیه است و به زودی به واحدهای دانشگاهی آزاد ابلاغ خواهد شد. به گفته این مقام مسئول دانشگاه آزاد اسلامی، استاد میتواند از دانشجویی که این موارد را رعایت نمی‌کند بخواهد در کلاسش حاضر نشود یا تقاضا کند با پوششی ساده‌تر در کلاس درس حاضر شود. تایید حکم 5 سال زندان جمال قادرنژاد، فعال دانشجویی کرد. طی روزهای اخیر دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حکم 5 سال حبس را برای جمال قادرنژاد که توسط دادگاه انقلاب مهابات صادر شده بود را قطعی اعلام کرد. عباس جمالی، وکیل جمال قادرنژاد، دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام‌نور و میاندوا، در گفتگو با کمال حسینی، خبرنگار سرویس حقوق بشری خبرگزاری موکریان، درباره حکم صادره گفت حکم نهایی 5 سال زندان برای جمال قادرنژاد چند روز پیش از طرف شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تایید شد. کسر سربازی پاداش صاحبان پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه ادب پایداری. معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از ارائه تسهیلات کسر خدمت به دانشجویانی خبر داد که پایان‌نامه خود را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با موضوع ادبیات پایداری تألیف و دفاع می‌کند. سرهنگ حسن رسولی با اشاره به موضوع حمایت از پایان‌نامه‌های دانشگاهی در این زمینه مدعی شد در صورتی که دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا پایان‌نامه خود را بر مبنای سوژه‌های مورد نیاز پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس تعریف کنند، صاحبان این پایان‌نامه‌ها از مزایای کسر خدمت سربازی برخوردار خواهند شد. رسولی همچنین گفت با هماهنگی صورت پذیرفته با سازمان سنجش آموزش کشور، نام رشته ادبیات پایداری از سال آینده در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد قرار می‌گیرد و تمام دانشگاه‌های کشور با اعلام ظرفیت پذیرش می‌توانند برای ثبت نام از دانشجو در این رشته تحصیلی اقدام کنند.
وزیر علوم دوره اصلاحات گفت دانشجوی ستاره دار و استاد بازنشسته سیاسی نداشتیم. جعفر توفیقی وزیر علوم دوره اصلاحات و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دغدغه جدیش در دوران مسئولیت را موضوع استقلال دانشگاه اعلام کرد و گفت با مشکلاتی همچون دانشجوی ستاره دار و اساتید سیاسی بازنشسته مواجه نبوده است. وی با اشاره به بحث دانشجویان ستاره دار اظهار کرد در زمان مسئولیت من مشکلی با عنوان دانشجوی ستاره دار وجود نداشت. شاید برای پذیرش یک دانشجو مشکلاتی به وجود می آمد، اما این مشکل را برطرف می کردیم. دانشجویانی که مشکل ادامه تحصیل داشتند به وزارت علوم ابلاغ می شد و ما به عنوان وزارت علوم صحبت و بحث در این زمینه را انجام می دادیم. جلسات مشترکی بود که صحبت های صورت می گرفت و وزارت علوم آنقدر هم دست بسته نبود. وی در خصوص بازنشستگی تحمیلی بر اساتید سیاسی خاطر نشان کرد بازنشستگی در زمان مسئولیت من نیز وجود داشت، اما اینکه این موضوع به جریانی تبدیل شده باشد حضور ذهن ندارم و در زمان من این موضوع شایبه سیاسی نداشت. اگر در زمان مسئولیتم موضعی درباره بازنشستگی اعضای هیئت علمی وجود داشت مطمئناً به یاد من میماند. رئیس منطقه 3 دانشگاه آزاد گفت فرهنگ اسلامی بر آموزش و پژوهش اولویت دارد. احمد شاهورانی رئیس منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی فرهنگسازی را وظیفه مسئولان دانشگاه عنوان کرد و گفت فرهنگ اسلامی باید در اولویت دانشگاه قرار گیرد. وی فرهنگسازی را یکی از مهمترین وظایف مسئولان دانشگاه ها عنوان کرد و افزود اولین وظیفه مسئولان دانشگاه هدایت دانشجویان به سوی خداست و در ابتدا نیز خود باید به آن آمر باشند. شاهورانی با بیان این که فرهنگ اسلامی باید در اولویت دانشگاه قرار گیرد از آن داشت بعد از فرهنگ اسلامی است که باید به بُعد آموزش و پرورش توجه شود. ممانعت دادستان از صدور مجوز اعزام پزشکی برای مهدی خدایی فعال دانشجویی. دادستان تهران مجوز اعزام درمانی مهدی خدایی زندانی محبوس در بند 350 زندان اوین را صادر نمی کند. با وجود تایید پزشکی قانونی مبنی بر معالجه مهدی خدایی زندانی سیاسی و عقص نوبات دندانپزشکی توسط خانواده‌اش، دادستان تهران هنوز مجوز اعزام این زندانی سیاسی را صادر نکرده است. پیش از 3 ماه از تایید پزشکی قانونی مبنی بر معالجه مهدی خدایی توسط دندانپزشک خارج از زندان می‌گذرد و این زندانی سیاسی همچنان از ناحیه دندان در رنج است. توقیف و ضبط وسایل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد شهر کرد. نیروی حراست دانشگاه آزاد شهر کرد به دستور علیرضا گلشنی ریاست این دانشگاه با هجوم به دفتر انجمن اسلامی دانشجویان کلیه وسایل را ضبط و دفتر این تشکل دانشجویی را تصرف کرد. ماموران حراست پس از شکستن در دفتر این تشکل منتقل دانشجویی تمامی وسایل این تشکل را که همگی برچسب انجمن اسلامی دانشجویان بر روی آنها نصب شده بود را به مکان نامعلوم منتقل کردند. گفتنی است که کتاب‌های کتابخانه این تشکل دانشجویی عمدتاً با هزینه شخصی اعضای انجمن تهیه شده بود. تصرف دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان دانشگاه که برخلاف حکم شورای نظارت بر تشکل‌های دانشجویی مبنی بر اینکه این تشکل دانشجویی به طور قانونی از ابتدای امسال مجوز بازگشایی مجدد داشت، با رد صلاحیت گسترده اغلب کاندیداهای انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی از آغاز به کار دوباره این تشکل منتقد جلوگیری کردند. فعالان دانشجوی دانشگاه شهرکرد همچنین با ابراز تأسف نسبت به این اقدام مسئولان دانشگاه عنوان کردند که ماموران حراست با جمع‌آوری وسایل و جایگزین کردن آنها با فرش و پاشنه‌های مذهبی در تدارک برگزاری مراسم قرآن خوانی بودند. همچنین چندی پیش کمیته انضباطی دانشگاه دولتی شهرکرد نیز 2 دانشجوی دانشگاه را به اتهام عضویت در فیسبوک و توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی توبیخ کرده بود. گزارش حاکی از آن است که انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه دولتی شهرکرد نیز در آذر ماه سال جاری برگزار شد و پیش از آن معاونت دانشجویی با پرونده سازی برای دانشجویان منتقد که کاندیداتوری خود را در انتخابات اعلام کردند آنها را رد صلاحیت کرده بود. تشکر میکنم از همه شما شنوندگان رادیو آزادگان که با این بخش خبری همراه ما بودید. تا هفته آینده شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به خبرهای دانشجویی توسط آقای عماد هاشمی توجه میفرمودید. این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً
به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.